بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. رئیس شورای علمای پاکستان انجام حملات انتحاری در افغانستان، فلسطین و کشمیر را جایز می داند. اما حملات انتحاری در پاکستان را ناجایز می داند. به گزارش بی بی سی، طاهر اشرفی همچنان می گوید که عدم دعوت شدن طالبان و نبود یک راهکار مشخص نزد علمای افغانستان برای نشست علمای دو کشور دلیل این تحریم است. رئیس شورای علمای پاکستان تاکید می کند که هر گونه حمله انتحاری در پاکستان ناجایز است. پیش از این عمل انتحاری از سوی شمار از روحانیون جهان از جمله مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز آل شیخ ناروا دانسته شده است. موضوع توسعه افغانستان در صدر مقدمات ریاست دوره روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار خواهد داشت. روسیه دیروز ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده گرفت. مقام‌های روسیه گفتند که این کشور در مدت دوره ریاست خود در شورای امنیت بحث‌ها را در مورد اوضاع افغانستان برگزار خواهد کرد. روسیه می‌گوید که افغانستان در آستانه خروج نیروهای ائتلاف در مرحله مسئولیت پذیری توسعه خود قرار دارد و در کنار تلاش‌های مردم افغانستان در این راستا حمایت‌های جامعه جهانی ضروری است. روسیه تأکید کرده که نقش شورای امنیت در زمینه هماهنگی برای توسعه افغانستان مهم است. مصرف سوخت ده‌ها موتر در ولایت جوزجان از پترول و گاز فشرده تبدیل شده است. رئیس افغان گاز میگوید که این برنامه همچنان ادامه دارد و قرار است به زودی در ولایت بلخ هم اجرا شود. به گفته رئیس افغان گاز، با اجرای این برنامه مصارف سوخت وسایط 50% کاهش می‌یابد و به محیط زیست هم آسیب نمی رساند. هزینه این برنامه نزدیک به 3 میلیون دلار است که از سوی ایالات متحده آمریکا پرداخت می شود. این محل موترهایی که مواد سوختشان پترول است به گاز تبدیل می شود که به گفته رئیس افغان گاز نه تنها مصارف سوخت این موترها 50% کاهش می یابد، بلکه از زیانهای آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری می شود. مسئولان گاز فشرده یا سینجی می گویند که در ماه آگوست امسال یک مرکز دیگر گاز فشرده نیز در پارک های صنعتی مزار شریف ایجاد خواهد شد که با ایجاد آن بیشتر موترها در شهر شبرغان و مزار به گاز مبدل خواهد شد. تقریبا ما در حدود 100 وسایط کرولر کانورت کردیم و فعلا گاز برش میتیم و تقریبا همه روزه فعالیت میکنن. تا کنون ما 100 موتر به شکل رایگان کانورت کردیم و 8 موتر هم به شکل در مقابل پیسه، در مقابل پول کانورت کردیم. گازی که ما توزیع میکنیم حتما نیم قیمت پترول و دیزل باید باشه. در هر ماه ما قیمت دیزل و پترول کنترل میکنیم و مطابق از خود عیار میسازیم. از سوی همشمار از باشندگان شهر شبرغان که موترهایشان به گاز تبدیل شده میگویند که کنون در هزینه های موترشان 50% کاهش آمده است. حالت بسیار خوب است بر ما، نسبت به تیل ارزان بر ما تمام میشه. دیگه همیشه در دسترس خودماست. روزانه 100 موتر، خب موترها مختلف است، 90-95 موتر روزانه گاز میگیره از ما. مصرف گاز ازیا نسبت به تیل 50% کم شده. مرکز گاز فشرده در شهر شبرغان دو سال پیش با کمک مالی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد که نخستین مرکز گاز فشرده در کشور به شمار می رود و 1 کیلو گاز را به 34 افغانی به فروش می رساند. پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان، به منظور شرکت در انتخابات و سهمگیری دوباره در فعالیت های سیاسی کشورش به پاکستان باز می گردد. پرویز مشرف در دبی به خبرنگاران گفته است که وی تصمیم دارد در هفته های آینده به کشورش بازگردد. وی بازگشت خود به پاکستان را در راستای منافع این کشور دانسته و تاکید کرده است آینده پاکستان نیاز به یک تغییر مثبت دارد. مشرف با تاکید به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در پاکستان گفته که انتخابات عادلانه تنها می تواند تحت نظارت و همراهی ارتش این کشور برگزار شود. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.